به برنامه 30 دقیقه خوش اومدید. گفتار این قسمت از برنامه ما گفتگویی است با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. بحثی رو با ایشون مطرح می‌کنیم در رابطه با اینکه آیا ایران یک کشور اسلامی است و کلاً راجع به واژه مذهب و کشور صحبت خواهیم کرد. حمید تقوایی رو از طریق خط تلفن همراه خودمون داریم. خوش اومد به شما میگم حمید تقوایی، به برنامه ما خوش اومدید. خیلی متشکرم. حمید تقوایی، در بسیاری از خبرگزاری های جهان کلن این یه مسئله عادی گویا هست که مثلا گفته میشه کشورهای اسلامی یا ایران کشوریست اسلامی. شما با این واژه موافقید؟ درست میدونید ایران آیا کشوریست اسلامی؟ به نظر من این صفت مذهبی رو برای هیچ کشوری نمیشه استفاده کرد. بله. این که اهالی کشوری چه مذهبی دارن یا ندارن، یا رسماً اون دولت چه مذهبی برای اون کشور اعلام کرده، این دلیل نمیشه که اون جامعه یا اون کشور رو به اون مذهب بنامیم. مثلا اگر شما هیچ وقت دیدید کسی به ایالات متحده آمریکا بگه کشور مسیحی، یا مثلا به چین بگن کشور بودایی یا هر مذهبی که اونجا اکثریت داره، یا به فرانسه بگن مثلا کشور پروتستان، کسی اینو به کار نمیبره. ولی موقع که در اون کشورها اسلام زده به شاید اصطلاح درستری باشه، وقتی به اونا میرسیم یهو میشه کشور اسلامی. چرا این اسلام مد شده؟ به خاطر اینکه حکومت اسلامی در ایران روی کاره و کلا جنبش اسلامی سیاسی الان یه نوع باجگیریه سیاسی داره میکنه از دولت‌های غربی، و اینا قائل شدن به کشورها و جوامع اسلامی و به دنبال اون فرهنگ اسلامی میاد، قوانین اسلامی. گویا مردم در کشورهای اسلامی دوست دارن طبق قصاص مثلا زندگی کنن، دوست دارن شلاق بخورن، سنگسار بشن، اعدام بشن، چون اینا اسلامیه. اینا هم زوایدش اصلا به کار میبرن برای اینکه اینها رو توجیه کنن. این به نظر من در نهایت یک نوع سازش یا امتیازیه که دولت‌های غربی و رسانه‌های رسمی دولت‌های غربی مثل بی بی سی و امثال هم این سازش و امتیازی که میدن به جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع سیاست‌های خودشون رو به پیش برن. وگرنه به طور واقعی اولا اکثریت عظیم مردم خصوص در ایران ضد اسلامن، الان تنفر عظیمی از اسلام وجود داره. ولی حتی اگر اینطور هم نبود، باز هم اطلاق اسلامی غلط بود. فرض کنید به ایران زمان شاه هیچ کس نمیگفت ایران اسلامی، کشور ایران اسمش بود، و امروز هم همینطوره. یه منطقه جغرافیایی بهش میگن ایران. اینکه مردمش چه مذهبی دارن یا ندارن هیچ دلیلی نمیشه که این صفت رو اطلاق کنیم، به خصوص وقتی اون اهداف سیاسی و معینی که گفتم و میخوان پشتش دنبال کنن. به این معنا من فکر میکنم اطلاق صفت مذهبی به هر کشوری غلطه، یک اهداف سیاسی ارتجایی پشتشه، هیچ جنبه از واقعیت و حقیقت درش نیست. خب مثلا شما ببینید بسیار از کشورهایی که الان من برای شما اسم میبرم، به نظر شما اینا کشورهایی که مردم مسلمان در اون زندگی میکنن نیست؟ ایران، عراق، ترکیه، سوریه، پاکستان، اینا کشورهایی که مردم مسلمونن اینا نباید به رسمیت شناخت؟ اولا همه مردم که مسلمان نیستن، بالاخره اقلیت‌های غیر مذهبی هم درش هست. و ثانیاً خیلی از مردم به خصوص در کشور ایران الان اصلا خدای رو به رسمیت نمیشناسن، به خصوص جوان ها، نسل جوان. اون کشوری است که اکثریتش 50% شاید بیش از 50% نسل جوانه. خب اگر اکثر شما آمار گرفتید یا کسی آمار گرفته و در ثانی این طور باشه، فرض کنید حالا پاکستان رو بگیم یا افغانستان رو که حالت ایران رو نداره و خیلی ها درش مسلمانن یا مسلمان خوانده میشن چون دست کسی نیست. شما به دنیا بیاید بنا به مذهب پدر مادرتون به شما همون مذهب رو اطلاق میکنن، بنابراین کسی مذهب خودش انتخاب نکرده. همه اینا رو کنار بگذاریم، حالا فرض کنیم در کشوری مثل افغانستان یا پاکستان اکثریت مردم اسلامی هم. چه دلیلی میشه به اون کشور بگیم اسلامی؟ مگر کسی به ایتالیا میگه کشور کاتولیکی؟ حالا شما شنیدید همین رسانه ها به ایتالیا بگن کشور کاتولیکی؟ خب یا به آمریکا بگن کشور پروتستان؟ آیا این حساسیت کشور مثلا هندو؟ شما اینو شنیدید تا حالا؟ خب ببین این حساسیتی که شما اسلام میرسی یا میشن کشورهای اسلامی.
این حساسیتی که شما دارید نسبت به ایران کشوری است اسلامی به نظر میاد بارها بیشتر از اینه که مثلا گفته بشه مردم در امریکا عقل بیشتر از همه مثلا مسیحیان، امریکا کشوری است مسیحی. پس اینو نمیگه، ولی شما شنیدید اینو؟ شما تو همین رسانه هایی که میگید مدام میگن کشور اسلامی، شنیدید بگه کشور مسیحی؟ کسی به آمریکا یا کلن کشورهای مسیحی به عنوان کشور منطقه مسیحی جهان یا کشورهای مسیحی یا فرهنگ مسیحی رجوع کنه؟ میگن ایالات متحده آمریکا، میگن انگلیس، فرانسه، ایتالیا، چین. ببینید چرا گفته میشه مثلا وقتی که میگن اکثریت عظیم مردم در خاورمیانه مسلمونن، آیا این غلطه؟ ببینید شما یا دارید آمار میگید یا دارید یه صفتی رو به کشوری اطلاق میکنید. بله. اولا اکثر مردم در اون منطقه مسلمون خوانده میشن. من و شما اصلا اون منطقه هستیم، مسلمون هم نیستیم، خیلی هم مثل ما. این نکته اول. بنابراین وقتی مردم یه منطقه یا حتی به یه مذهبی اطلاق میکنید، منظور حالت فرمال و رسمی و چیزی که اطلاق شده از خود اون مردم، که کسی آمار نگرفته ببینن چند درصدشون بی خدا هستن. و ثانیاً بر فرض اینطور بگید، حقیقت آماری بله، خیلی از مردم مسلمان خوانده میشوند در خاورمیانه، خیلی از مردم هم در اروپای غربی مسیحی و پروتستان خوانده میشوند، ولی این دلیلی نمیشه کشوری رو با صفت مذهبی شما مزین کنید. هیچ کشوری این کار نمیکنن غیر از کشورهای اسلام زده رو. چرا این کارو میکنن؟ چون یک جنبش ارتجایی اسلام سیاسی وجود داره و اینها دارن بدبستان میکنن، دارن امتیاز میدن، امتیاز میگیرن. تز نسبیت فرهنگی و غیری از این سوراخ میاد تو. مثلا اینکه کشورهای اسلامی بنابراین مستحق دولت‌های اسلامیشون هستن از این سوراخ وارد میشه. مثلا اینکه ما نباید نسبت مثلا به شلاق یا ازدواج دختر 9 ساله اعتراضی کنیم یا به حجاب اجباری اعتراضی کنیم، چون جزء فرهنگ اسلامی، همه اینها از این منفذ وارد میشه. مسئله به سادگی نیست که شما دارید یک واقعیت آماری رو میگید. تو ایران خیلی از مردم مسلمانن، یا به طریق به عبارت دقیقه در ایران خیلی از مردم مسلمان خوانده میشن. بله این یه واقعیته، همونطور که در آمریکا بسیاری از مردم پروتستان خوانده میشن. ولی اگه کسی از اینجا بیا نتیجه بگیره که آمریکا کشوری پروتستانی است و بنابراین بعد قوانین انجیل پیاده بشه و چون انجیل گفته مثلا اینطور اونطور باید زندگی کرد، تقون زندگی کنیم، اون وقت خب همه خود مردم آمریکا بهش اعتراض دارن. کرد همین تلویزیونی که به این آسونی صفت اسلامی برای کشور اسلام زده به کار میبرن، اون لغت رو به کار نخواهند برد برای آمریکا به عنوان کشور پروتستانی. کسی اینو نمیگه، نباید بگه، غلطه، واقعیتی درش نیست، حقیقتش درش نیست. خب آداب و رسوم مردم چی؟ آداب و رسوم مردم چی میگه؟ مثلا مردم چطوری مراسم مثلا ترحیم برگزار میکنن؟ چطور؟ کدوم ببینید مردم ایران رو اگه میگید، مردم ایران همونی هستند که در عاشورای سال گذشته ریختن تو خیابونا با شعار مرگ بر دیکتاتور. بله. روز عاشورا. بله. و گذاشتن دنبال کسانی که دار و دسته حزب الله که اومدن تو خیابونا سینه بزنن. اینا همون مردمن. مردمیان که حسین پارتی برپا میکنن محرم. بهش میگن حسین پارتی. خب ما میتونن اقلیتی ممکنه این کارو بکنن. آیا اکثریت مردم چی؟ جز نماز نمیخونن. مساجد سوت و کور شده. در مورد ایران اگه صحبت میکنید، ایران کشوری ضد اسلامی. اگه میخواید لغتی صفتی بهش بدید در رابطه با مذهب، به نظرم باید بگید ایران کشوری ضد اسلامی. خب ببینید همین تقوایی، بذارید به همین اتفاقی که اخیراً رخ داد، ماجرای سوزوندن قرآن و کشیشی که در امریکا چنین فراخوانی داده بود، موجب خشم بسیاری از کشورهایی که شما میگید نباید اونها مثلا. منظورتون از کشورها چیه؟ منظورتون دولت هاست دیگه. من در اینم جای مثلا در کشمیر مردم جایی شده باشه، بخصوص تو ایران. مردم در کشمیر، در پاکستان، در افغانستان، تو هر کشور بخش عقب مونده وجود داره، ولی در ایران من ندیدم. در ایران آخوندا خواستن قضیه رو داغ کنن، نگرفت، رفتن بالای منبر. جشن راستش جشن قرآن سوزان حکومت بود، به این بهانه میخواست تهیج کنه، میخواست تعصبات مذهبی رو دامن بزنه، میخواست جامعه رو به نفع خودش بسیج کنه، نتونست، شکست خود در پیکارش، نگرفت. این کار تو ایران نگرفت و امر آخونده بود. تو ایران دولت مذهبیه و چون دقیقا دولت مذهبیه
و این دولت پدر مردم رو در ورده، تسمه از گرد مردم کشیده، اکثریت اون جامعه ضد مذهبی، حتی اگر از نظر اجتماعی سیاسی ضد این حکومته و بنابراین عکس اون حکومت کار میکنه. اگه حکومت بگه که قرآن سوزن بریزی تو خیابون، مردم شادی میکنن. این واقعیت جامعه این هست، واقعیت جامعه ایران. یه بخشی از حزب اللهی ها که دومشون به حکومت بنده و به نون و نوایی رسیدن و وضعیت مادی و اجتماعی پرواری دارن، بله اینها دنبال این حرفا هستن، ولی اکثریت عظیم مردم در ایران ضد اسلامی، ضد جمهوری اسلامی هستن. ببینید ظاهر جامعه رو شما نگاه کنید، هزاران مسجد میبینید، آداب و رسومی که مردم برای زندگیشون دارن مذهبی هست، ازدواجشون مذهبی هست و بر طبق قوانین اسلام مثلا رفتار میکنن. باید این واقعیت ها رو ندید یا برعکس مثلا باید دید و بگیم که نه اشتباه است؟ نظر شما در این مورد چیه؟ خب من نمیدونم منظور شما چی از این واقعیت ها. خب مساجد الان دولتی هن، زمان شاه که اینقدر مسجد نداشتیم که، الان که صد پایگاه دولته، مسجد ابزار تحمیق و سرکوبه و مردم هم میگو میدونن مسجد دیگه فرق میکنه با مسجد زمان شاه یا مسجد فرض کنید حتی تو کشور اسلامی بغلی. مسجد تو ایران پایگاه حکومت، توش کمیته چیا هستن، بسیجیا هستن، میرن بالای منبر تحمیق میکنن، سیاست های حکومت رو پیش میبرن. مسجد در ایران یک نهاد مذهبی نیست، یک نهاد حکومتی است، مثل کلانتری، مثل پادگان، مثل زندان و شکنجهگاه. مسجد این حکم رو داره، بنابراین دلیل هیچی نمیشه اگه مسجد زیاد شد. خب جمهوری اسلامی پول مردم رو غارت کرده مسجد ساخته، همونطوری که سپاه پاسداران و بسیج و لباس شخصی و موتور سوار و آخوند مفخر نماز جمعه خون مسجد ساخته، مسجد هم ساخته، جزئی از ابزار سرکوب و به سلابه کشیدن جامعه است در ایران. مثلا اینکه طبق اسلام ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، خب با این فرهنگ زندگی کردن، بار اومده، حتی کسی که به خدا اعتقاد نداره ممکنه اینجوری کار کنه. شما میخواید بگید تو ایران مذهب رسمی اسلامه؟ بله هست، ولی اکثریت عظیم مردم ضد اسلامن. این رو امروز نمیتونم من به شما نشون بدم، ولی اگه یک کمی شرایط آزاد بشه و یکی بره اون جامعه همه پرسی کنه، به حرف من میرسه. آخوندایی که دستشون تو کاره نماز جمعه ها و امامان جمعه، همین امروز سر منبرها همینو میگن و از این مینالن که مساجد خلوت شده، که مردم روزه نمیگیرن، نماز نمیخورن. همین چند روز قبل اومدن اعتراض کردن حتی به احمدی نژاد که چرا سخت نمیگیری، چون نه بد حجابی بلکه کشف حجاب در اون جامعه هست، زنها حجاب بر سر نمیکنن. این وضعیت اون جامعه هست. شما میخواید بگید چی؟ میخواید بگید اون جامعه اسلامیه یا ظاهرش اسلامیه یا دولت در اون جامعه اسلامیه؟ در این تردیدی نیست، دولت در اون جامعه اسلامیه، مذهبیه، سرکوب میکنه، تحمیق میکنه، پول مردم رو بالا میکشه، میزنه، میکشه، قصاص رو پیاده میکنه، سنگسار میکنه، شلاق میکنه، مسجد میسازه، و دقیقاً به همین دلیل مردم ضد مذهبی هستن، چون ضد حکومت هستن. این اساس به یک معنا شما مثلا معتقدید که مردم ایران مسلمون نیستن؟ مردم ایران رو بهشون میگن مسلمون. شما میدونید چند نفرشون مسلمونن واقعا؟ شما میتونید به من آمار بدید؟ آماری که خود جمهوری اسلامی میگه، میگه که جمهوری اسلامی هر کسی تو شناسنامه‌اش نوشته مسلمون بهش میگه مسلمون. بله. این که قبول نیست. میدونید چند نفر بی خدا هستن تو جامعه؟ مگه کسی آمار گرفت؟ مگه میشه کسی بگه بی خدا؟ خب میرن میکشنش، خونش حلاله. شرط آزاد رو به مردم بدید، ازشون بپرسید چند درصد مسلمان. به نظر اکثریت اون جامعه مسلمان نیست. این اعتقاد منه. اگر خب برگردیم به از جمهوری اسلامی فاصله، از جمهوری اسلامی میتونیم فاصله بگیریم در مورد مشخص ایران، برگردیم به زمان حکومت سابق. در اونجا حکومت اسلامی نبود، یه حکومت شاهنشاهی سر کار بود، ولی کماکان گفته میشد ایران کشوری است اسلامی. من نشنیدم زمان شاه این اصطلاح رواج نداشت. من نشنیدم کسی نیدم به ایران بگه کشوری است اسلامی، چون نبود.
خب ایران رو در زمره چه کشورهایی میذاشتن؟ در زمره کشورهای از من اصطلاح کشور اسلامی و جامعه اسلامی و فرهنگ اسلامی از وقتی مصطلح شد که جنبش اسلام سیاسی تو دنیا شروع کرد به یک تازی کردن. قبل از اون این اصطلاحات جایی نبود. ممکنه تو درس جامعه شناسی اونم یه استاد عقب مانده‌ای میگفت کشورهای اسلامی، ولی تو فرهنگ سیاسی، تو رادیو تلویزیونا، تو رسانه ها من ندیدم به ایران، به نمیدونم ترکیه، به جایی بگن اسلامی، جامعه اسلامی یا کشور اسلامی. بودن کشور ترکیه، بودن کشور ایران، میگفتن مذهب رسمیشون چیه؟ شیعه اثنا عشری، اون یکی هم سنی، اون یکی هم فلان. بله اینا تو تاریخ جغرافی به ما درس میدن، ولی کسی در رسانه ها، تو زبان دیپلماسی، در گفتمان بسیار رایج جامعه کسی نمیگفت ایران اسلامی است. زمان شاه کسی این حرف رو نمیزد. خب بزن... اصلا به هیچ کشوری اسلامی گفته نمیشد. نگاه مشاهده‌ای شما، با یک نگاه شما افغانستان رو کشوری اسلامی نمیبینید؟ هیچ کشوری اسلامی نیست عزیز من، هیچ کشوری مذهبی نیست. این اصطلاح پوچه. اینکه مردمی توی جامعه به دنیا اومدن تو شناسنامه‌شون زدن مسلمون، کشور رو اسلامی نمی‌کنه. چه کشور اسلامی؟ من مثال زدم، اکثریت مردم ایتالیا کاتولیکن، خیلی هاشون هم معتقدن. شنیدید کسی به ایتالیا به یک کشور کاتولیک؟ نه، ولی میگن که ایتالیا کشوری است مسیحی. مردم ایتالیا مسیحی هستن مثلا گفته میشه. کشور مسیحی که شنیدید بگن آمریکا کشور مسیحی؟ من نشنیدم. ولی گفته میشه که مردم امریکا مسیحی هستن. عزیز من یه چیز دیگه است. بس سر اون نیست، بس سر کشور مسیحی یا کشور اسلامیه. این اصطلاح غلطه. مردم یه جایی مسیحی هن، اونم چون تو شناسنامه‌شون نوشته. بله، ولی کسی میدونه تو همون آمریکا چند درصد بی خودان که بهشون میگن مسیحی؟ اوتوماتیک شما مسیحی، چون پدر مادرتون مسیحی بودن، همونطور که اوتوماتیک شما مسلمانی چون پدر مادرتون مسلمان بودن. بنابراین این اصطلاح غلطه، حتی اگه راجع به آمریکا به کار برده بشه. چه امروز چه زمان شاه، کشور، جامعه و کشور رو با مذهب مشخص کردن پوچه. کشور رو میتونید بگید یه کشوری است که عقب مانده است، اقتصادش اینطوریه، نمیدونم دولتش اونطوریه، اینا رو میتونید راجع به کشور بگید، ولی با مذهب کشوری رو وصف کردن، خب اهداف سیاسی و معینی رو دنبال میکنه که گفتم اهداف چی هست. حزب کمونیست کارگری ایران در برنامه‌اش اعلام میکنه که نباید مذهب رو به مردم نسبت داد و یا کلن با آنچه که شما میگید اطلاق کرد، در شناسنامه کسی وارد کرد. میشه این رو توضیح بدید به چه ترتیب خواهد بود؟ حزب کمونیست کارگری ایران در جامعه ایران به قدرت میرسه و شناسنامه صادر میکنه. شما در شناسنامه‌ای که برای افراد صادر میکنید چیا رو حذف میکنید و چرا؟ ببینید، مذهب یه عقیده شخصیه که نباید جزی از هویت آدم ها محسوب بشه، همطور که نژاد، رنگ پوست، جنسیت غیره، این مبنای شهروندی کسی نیست، سیتیزنشیپ کسی نیست. کسی که در جامعه شهرونده مستقل از همه اینا حقوق برابر و مساوی باید داشته باشه. مثلا هم همینطور، اولا جامعه، هیچ جامعه نباید مذهب رسمی داشته باشه. یک جامعه آزاد و انسانی، برابر، مرفه، مذهب رسمی نداره. یک جامعه انسانی، آدم ها بر اساس مذهب شناخته نمیشن و شناسونده نمیشن و بنابراین در شناسنامه‌شون نوشته نمیشه مذهبش چی است. مگه کسی در شناسنامه شما می‌نویسه سلیقه عقیده سیاسی شما چی است؟ مثلا ایشون آدمی هست محافظه‌کار یا لیبرال، یا در فیزیک به چه نظریه معتقدید، یا در بیولوژی، یا با چه مکتب نقاشی و دوست دارید، کوبیسم یا کلاسیک یا مدرن یا چی؟ مگه کسی اینا رو میگه؟ چرا وقتی نوبت مذهب میرسه باید عقیده شخصی آدم ها تو شناسنامه‌شون بیاد؟ اونم فرقش میدونید چیه؟ اون عقایدی دیگر آدم انتخاب کرده. شما بالاخره مکتب هنریتون خودتون انتخاب میکنید. اینکه پدرتون مثلا طرفدار مکتب کوبیسم هست تو نقاشی، هیچ که به پسرش نمیگه کوبیسته، چون پدرش یا مادرش طرفدار کوبیسم بودن. یا اگر شما در سیاست پدر مادرتون لیبرال باشن، به بچه ها اتوماتیک لیبرال اطلاق نمیشه. ولی مذهب اینطور نیست.
مذهب پدر مادر هر مذهبی داشته باشن خود به خود کودک اون مذهب رو داره اتوماتیک. هیچ کسی مذهبشو انتخاب نکرده، همه به ارث میبرن. حتی کسایی که به مذهب اعتقاد ندارن رسما جزء مذهب پدر مادرشون محسوب میشن و این دیگه وضع رو از بدم بدتر میکنه. میگم در هیچ شرایطی عقاید افراد نباید مبنای هویتی اونا باشه، چه برسه مذهب که تا عقاید افراد نیست، به ارث رسیده، یک مهریه که بر پیشونی افراد زده میشه به خاطر اینکه پدر مادرشون مذهب معینی دارن. بنابراین به طریق اولا مذهب نباید در تعریف هویت اجتماعی افراد هیچ نقشی داشته باشه. آدم ها به عنوان سیتیزن مستقل از مذهب یا عقاید هنری و سیاسی و فلسفیشون باید برابر به رسمیت شناخته باشن و به عنوان انسان حقوقشون رعایت بشه. مذهب ابزار تفرقه است و ابزار هر جامعه‌ای که مذهب رسمی داره بنا به تعریف، یعنی مذاهب غیر رسمی درجه دو هن. بالاخره تبعیض در همین رسمی و غیر رسمی خودشو نشون میده. و همین اعتبار ما میگیم جامعه آزاد انسانی نباید مذهب رسمی داشته باشه و نباید مذهب افراد در شناسه‌شون ذکر بشه. خیلی از افراد اصلا مذهبی ندارن و نقد مذهب باید آزاد باشه و همینطوری که هر فردی هم به عنوان عقیده شخصی میتونه هر مذهبی داشته باشه یا هیچ مذهبی نداشته باشه. اینا اصولی که ما فکر میکنیم در جوامع اسلامی انسانی باید کاملا رعایت بشه. اینقدر این جامعه اسلامی به کار بردن که آدم خواه نخواه این به زبونش میاد. ولی جامعه نباید تو هیچ سطحی، هیچ جامعه نباید، هیچ جامعه انسانی نباید مذهب رو ملاک تعریف هویت شهروندانش قرار بده. آخرین سوال حمید تقوایی، چیز حدود کمتر از 3 دقیقه به پایان برنامه ما باقی مونده. حزب کمونیست کارگری ایران در یکی از کنگره هاش، اگه اشتباه نکنم کنگره 4 بود، قطعنامه‌ای داشت به نام مذهب زدایی. در 3 دقیقه پایانی میتونید توضیح بدید که چرا شما رسما به اون چیزی به نام مذهب زدایی رو در حزب کمونیست کارگری را مطرح کردید رو به جامعه؟ این مذهب زدایی عوامل مختلفی داره و اینا تو همون قدنامه که شما اشاره میکنید، بیانیه که شما اشاره میکنید ذکر شده. اولین معنیش طبعا اینه که یعنی مذهب باید از دولت جدا باشه. از دولت هم منظور فقط هیئت حاکمه نیست یا کابینه، از دولت یعنی که در قوانین، در آموزش پرورش، در سیاست‌های دولتی هیچ جا مذهب نباید جایی داشته باشه. این چیزی که بهش میگن سکولاریسم به معنی کلاسیک کلمه، یعنی جدایی مذهب از دولت، از آموزش پرورش، از قوانین. این نکته اول. نکته دوم ولی اینه که مذهب زدایی از این فراتر میره. این به این معناست که در شئون اجتماعی مردم مذهب نباید نقشی بازی کنه. به همین معنا که مذهب رسمی نباید داشته باشیم. به همین معنا که در شناسنامه افراد مذهب نباید ذکر بشه. به این معنا که نباید در فرهنگ، در ورزش، در نهادها و شونات اجتماعی به هیچ وجه رنگ مذهب به خودش بگیره و یا مذهب معینی در یک رشته معینی دست بالا رو داشته باشه و خودش رو تحمیل کنه. به این معنا، به عبارت دیگه، مذهب باید امر خصوصی، عقیده شخصی افراد باشه و تنها به عنوان عقیده شخصی افراد معنی داره که به اصطلاح یک جامعه بگه شخصی به مذهبی معتقد هست یا نه. و تازه به عنوان عقیده شخصی هم یک معنای دیگه مذهب زدایی از جامعه این هست که باید با روشنگری، با توسعه علم، دانش، فرهنگ مترقی، دستاوردهای تمدن به عنوان عقیده هم حتی در برابر مذهب ایستاد، که این دومی دیگه البته یک عرصه مبارزه فرهنگیه. یعنی ما معتقدیم باید کاملا آزاد باشه جامعه و همه مردم آزاد باشن که هر مذهبی رو میخوان قبول داشته باشن، بپرستن و ادبیات و هنر مذهبی خودشون داشته باشن و هر کسی هم باید آزاد باشه که نقد کنه هر مذهبی رو، در هنر، در فلسفه، در تئاتر، در سینما، در شعر، در مقاله، در تلویزیون و رادیوها باید آزادی نقد وسیعا وجود داشته باشه. چون مذهب به عنوان یک تفکر هم بالاخره سمه، ضد انسانه، به عنوان یک تفکر هم از جامعه باید جمع بشه. و
بنابراین معنی مذهب جدایی از جامعه فراتر میره از جدای مذهب از دولت و قوانین آموزش پرورش و جدای مذهب از شؤونات اجتماعی و به خصوص نقد مذهب به عنوان یک عقیده خرافی و عقب مانده هم جزی از مذهب زدایی از جامعه است. و به نظر ما میگیم در جمهوری سوسیالیستی در جامعه انسانی که ما میخواییم در همه این ابعاد باید مذهب در مقابل مذهب ایستاد و اون رو از جامعه زدود. ممنونم حمید تقوایی، وقت ما به پایان رسید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. عزیزانم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. نظرتون رو با ما در میون بگذارید راجع به مباحثی که در برنامه 30 دقیقه مطرح میکنیم. روز روزگار به شما خوش.